در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از تلاش‌های بین المللی برای پایان درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین، واکنش بلینکن به درخواست جمهوری‌خواهان برای توقف مذاکرات وین، نشانه‌های آغاز درگیری دوباره میان آذربایجان و ارمنستان و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 25 اردیبهشت شمار مبتلایان و فوتی‌های کووید 19 در جهان به ترتیب به 162,700,000 و 3,375,000 نفر نزدیک شد. تاکنون بیش از 140,500,000 نفر از این بیماری بهبود یافتند. ترکیه و پاکستان در روز جمعه کمترین میزان مبتلایان روزانه خود در حدود دو ماه اخیر را ثبت کردند. عراق نیز از کاهش مبتلایان خود به کمترین میزان در سه ماه گذشته خبر داده است. با وجود روند نزولی قربانیان کرونا در برزیل، آرژانتین و کولومبیا، دیگر کشورهای آمریکای لاتین با افزایش قابل توجه قربانیان روبرو هستند. هند نیز در بحران کرونا همچنان با کمبود شدید واکسن روبروست و نپال از همسایگان هند در روزهای اخیر آمار بی‌سابقه‌ای از فوتی‌های روزانه ارائه داده است. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان درگیری‌ها میان اسرائیل و فلسطین. همزمان با افزایش قربانیان درگیری‌ها میان رژیم صهیونیستی و فلسطین و ادامه حملات هوایی بین دو طرف، تلاش نهادهای بین‌المللی و کشورهای جهان برای پایان یافتن این ناآرامی‌ها نیز افزایش یافته است. تاکنون دست کم 132 نفر از جمله 32 کودک در حملات اسرائیل به غزه شهید و حدود 1000 نفر زخمی شدند. 9 نفر نیز در سرزمین‌های اشغالی جان خود را از دست دادند. واشنگتن برای آتش بس میان طرف‌های فلسطینی و اسرائیلی یک هیئت دیپلماتیک به تل‌آویو اعزام کرده است. وزیر خارجه امارات ضمن ابراز نگرانی از درگیری‌های نوار غزه، خواستار آتش بس و ورود طرف‌های درگیر به مذاکرات دیپلماتیک شد. همچنین به دلیل وخیم‌تر شدن درگیری‌های نوار غزه، شورای امنیت سازمان ملل متحد بار دیگر امروز یک شنبه تشکیل جلسه می‌دهد. فاتو بن سودا داد ستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی هم از احتمال تحقیقات این دیوان از افراد دخیل در به وجود آمدن تنش میان اسرائیل و فلسطین و بررسی جنایات جنگی احتمالی در این درگیری‌ها خبر داد. یک منبع فلسطینی نیز اعلام کرده مذاکرات برای دستیابی به آتش بس در غزه روند جدی پیدا کرده است. از سوی دیگر، پلیس اسرائیل در شهرهای مختلف سرزمین‌های اشغالی از جمله بیت المقدس در تلاش است ناآرامی‌ها میان یهودیان افراطی و اعراب را پایان دهد. واکنش بلینکن به درخواست جمهوری‌خواهان برای توقف مذاکرات وین. به دنبال درخواست گروهی از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکا از دولت این کشور برای متوقف کردن مذاکرات برجام در وین، آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده اعلام کرد مذاکرات هسته‌ای ادامه خواهد یافت. همزمان با اوج گرفتن درگیری‌ها میان رژیم صهیونیستی و فلسطین، 44 سناتور آمریکایی در نامه‌ای به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از او خواسته بودند به دلیل حمایت ایران از حماس، مذاکرات مربوط به احیای برجام در پایتخت اتریش را متوقف کند. ادعای یک رسانه درباره جزئیات مذاکرات ایران و عربستان. نشریه میدل ایست آی به نقل از مقامات عراقی مدعی شد ایران در جریان مذاکرات بغداد برای فروش نفت خود از عربستان سعودی کمک خواسته است. طبق این گزارش، ایران در ازای محدود کردن حملات انصارالله یمن به تاسیسات نفتی عربستان، خواستار کمک ریاض در فروش نفت و دور زدن تحریم‌های آمریکا شده است. نشانه های آغاز درگیری دوباره میان آذربایجان و ارمنستان. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ضمن تحریک آمیز خواندن ادعاهای مطرح شده از سوی ارمنستان در رابطه با استقرار نیروهای این کشور در داخل خاک ارمنستان، این موضوع را رد کرد. نیکول پاشینیان، سرپرست دولت ارمنستان و وزارت دفاع این کشور، پیشتر مدعی شده بودند نیروهای جمهوری آذربایجان با گذشتن از مرزهای جنوبی به خاک این کشور وارد شدند. پس از این تنش‌ها، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در تماس تلفنی با نیکول پاشینیان بر ضرورت تبعیت کامل از تمامی مفاد توافق‌های سه جانبه رهبران روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان تأکید کرد. این توافق پس از پایان درگیری‌های خونین قره‌باغ در سال 2020 به امضا رسید. درگیری‌هایی که منجر به جان باختن حدود 6000 نفر شد. آمریکا و فرانسه نیز از جمهوری آذربایجان خواستند بلافاصله نیروهای خود را از مناطق مرزی ارمنستان خارج کنند.
ادعای وزیر خارجه کانادا در مورد موضوع هواپیمایی اوکراینی. مارک گارنو وزیر خارجه کانادا مدعی شد رفتار ایران از زمان وقوع حادثه هواپیمایی اوکراینی غیر منصفانه بوده و این مسئله را تا پاسخگو کردن ایران پیگیری خواهد کرد. کانادا و 4 کشور دیگر که شهروندان آنها در این حادثه جان باختند، شامل اوکراین، بریتانیا، افغانستان و سوئد، از ایران خواستند توضیحی کامل و جامع درباره سرنگونی هواپیما ارائه کند.